عبدالحق عابد یا مخصومی عبدالحق در مسجد پشتی سر من، مسجد مرکزی ناحیه شاه منصور شهر دوشنبه امام خطیب بود. درباره بازداشت این روحانی روز 21 اپریل سامانه بامداد خبر داد و صبح امروز مقامات جزئیات قضیه را شرح دادند. در خبرنامه‌ای که دفتر مطبوعاتی کمیته دولتی امنیت ملی نشر کرد آمده است، عبدالحق عابد با عضویت در حرکت ممنوع سلفیه متهم می شود. حالا با او 4 نفر از ساکنان شهر وحدت و ناحیه رودکی هم بازداشت شدند. از آنها ابوذر شوخیف، عبدالله محمدالله، عزیز ترکوف و احمد خواجه تبرف نام میبرند. مقامات گفتند نسبت آنها پرونده جنایی باز شده است. سرخطیب مسجد مرکزی ناحیه شاه منصور با عضویت در جریان ممنوع سلفیه در حال متهم می شود که برخی رسانه ها بازداشت روحانی را به یک برآمد او در مراسم دفن دام الله حکمت الله ربط دادند. روز 21 اپریل سامانه مستقل بامداد مستقر در پراگ نوشت عبدالحق عابدوف برای سخنرانی بحث برانگیز در مراسم دفن دام الله حکمت الله دستگیر شده است. سرخطیب مسجد ناحیه شاه منصور در مراسم دفن دام الله حکمت الله در روز 13 اپریل او را یکی از پیشواهای بزرگی ما نام برد. همصحبتان بامداد گفتند مقامات امنیتی در این مقایسه گویا اشاره ها به پرزیدنت کنونی تاجیکستان امام علی رحمان را دیدند که سال 2016 با قبول یک قانون ویژه پیشوای ملت اعلان شد. در خبرنامه دفتر مطبوعاتی کمیته امنیت ملی در این باره اشاره نشده است. مسئولان کمیته دین، تنظیم انانه و جشن و مراسم ها، نهاد نظارت کننده امور دین در کشور هم با پخش یک بیانیه گفتند که بازداشت سرخطیب ناحیه شاه منصور به برآمد او در مراسم دفن دام الله حکمت الله ربط ندارد. کمیته دین از رسانه ها و جامعه شهروندی خواست به هر گونه سر و صدا ها که سخنرانی عبدالحق عابدوف در مراسم جنازه را همچون عامل بازداشت معنی داد میکنند دادن نشوند. عبدالحق عابدوف ختم کرده دانشکده اسلامی تاجیکستان بوده، در چند مسجد شهر وحدت امام خطیب بود. او را سال 2017 سرخطیب مسجد مرکزی ناحیه شاه منصور انتخاب کردند. ملا رجب یوسفی امردین آلیموف، آزادی دوشنبه.